بله. یه صندلی میده اونجا بابا. سلام مشاور ایران خوبی شما سلامتی آره خود شما رو میندازه بابا نه کنی شده Thank you.
خیلی کم برای که منم باید تمام کنم چون برنامه راگه دارم ولی داشتم این کلیپ که درست میکردم به اینجا که رسیدم Time to say goodbye I have a من خودم از تو چشمام جمع شد ولی همیشه برای زندگی همیشه میبینیم دوست دارم همیشه بدنم میخواد اینا همه ما یاد بگیریم که always the reason you need money and always همیشه باید سعی کنیم حالا اینجا که نگرم مشکل نبود من تو مشکلات هم حتی نکنم که مشکلی بگیریم بهتری میشه بکنم اینکه خب شما ده سال فقط سانده هامون بود چهارده سال هم NHS سانده هم که چون اینجا چهارده سال میشه بکنم فکر کردم وقتی ما خیلی کمه به هنرمند ما برسیم دیگه نمیتونیم مثل همیشه یک کریسمس پارتی اون مدلی که یکی بیاد بشین نگیاتون باشه خیلی کاری تراپیوتیکی هم کردیم هم یکیش رو میتونیم انجام بدیم صندلی داغ و دفنلی نمیتونیم وقت نداریم که خیلی خیلی خوب بود البته با کسی که درکش میکرد بود و چالش پذیر بود ولی اون تیکه خیلی کوچولو فقط دو نفر یا سه نفر بیشتر رخت نداریم اگر رخت داشته باشیم که فقط میخوایم مثلا اینجوری شروع کنیم میخوام طوری صحبت کنیم که سخت سریع نفهمیم کیو داریم میگیم ولی باید خیلی صادق باشیم آنست و صادق بگیم که وقتی اومدیم چه احساسی داشتیم مخصوصا به این فردی و اون فرد چه خصوصیات مثبتی رو از خودش نشون داد کوالیتی‌های مثبت از خودش نشون داد که یا از همون اولین احساس رو ازش داشتید یا که احساستون بعدا نسبت بهش تغییر کرد و چی آموختی از این فرد یه لحظه فکر کنیم ببینیم که کیو تو این جمع میتونیم ببینیم تو این جمع فقط تو این جمع الان نگاه کنیم بهش که میتونیم ببینیم و میتونیم به ما بگیم که ما حد بزنیم کی بود که تونستی ازش بیاموزیم به عنوان یه ممبر یا با عنوانی بعد با عنوانی یک دوست خانم خیلی مهربون با اراده به تنهایی اونجا که من میدونم به تنهایی بچه ها رو بزرگ کرده و واقعا تغییر رو من تو یکی از بچه هایی که بیشتر میبینم ازش تغییر رو تو اون بچهش واقعا میبینم خودش خیلی پرفکته همیشه به فکر توی لحظه ای که مثلا من کسی نبود که یا مثلا حالا کسی حواسش نبود حالا هم بعد این فلا یه تکس داده، زنگ زده، خجالت هم داده خیلی مهربونه ما بگه اسم چی؟ دوست داره خصوصیت
یه دیگه میگم که از کلمات انگلیسی زیاد استفاده میکرد این تازه به دوران رسیده میخواد که شواف رو بعد دیدم نه بند خدا تازه به دوران رسیدم نیست از باور من زودتر اومدم بینه چند هفته اخیر که شما رو دیدم خوشحالم که شیطنت رو از دست ندادی و همش میخواستم اینو حتما به شما بگم شیطنت خیلی بیشتر شده اما خیلی متفاوت شده بیشتر شده کم نشده بیشتر شده اما متفاوت شده امیدوارم این راه همینطوری پیش بری جلو برای که این خیلی سویده اون میتونست خیلی تلخ بشه بعضی دل آزاری کنه ولی این شیطنت یه شیطنت سویته و اینو باید خیلی میتفت که شما همش موضوع باشید برای که ایزی لابلیه برای که تو نیچه میتره شیطنت نمیتونی ازش بگیریش و هیت به میفکر اصلا ازش بگیریم ایسا فاتی شیطنت فاتی رو اگه ازش بگیری یه فاتی نیست and it's such a big shame متوجه پوینت هم شده بله ولی الان صحبت بین بود حالا خیلی خیلی مهم. این فیدبکی که اینجوری الان من شنیدم خیلی برای مهم بود وای برای اینکه ما با نگاه اول قضاوت میکنیم از چقدر آن کنه 30 سکند 30 ثانیه همه آدم های دنیا قضاوت میکنن وقتی نفر میکنن ولی بعضی ها که اهل قضاوت هستن 30 ثانیه چی؟ 30 سال هم میگذره دبلیه میکنن دائما چون پیکی هم همش یعنی لحظه اول که بدن اومد از همش میخوام بدی ها رو ببینم که خودم رو کره کنم میگم دی من راست بودم دی من اصلا آدم شناسم دیدی چه افتخارم میکنم از اول من میدونستم اینجوری دنبال نگتیو سایده طرف دارم من میگرده بیم من بونه طرف اما خیلی مهمه که ما بدونیم اگر احیانا بار اول شخصی رو دیدیم ازش از شخصیتش از برندهش باید و خوشمون نمی من یه سؤال بزرگ از خودم میکنم آیا یه چیزایش مثل من خوشم نمیاد یا یه چیزایش رو اون داره من ندارم دارم خسیدی میکنم و یا اینکه نه یه ترانسفرنس شبیه یه نفر که من همیشه دوستش نداشتم و الانم چقدر مثل اون مدیوریتیز این سوال رو بین خودت و خودت از خودت بکن که من چرا از این بنا اومده یه چرا خوشم اومده وقتی من پایتون اینه که بعد خوشم میاد این خیلی کمک میکنه که اون مقدار قضاوت رو بازی کنه آدم به بر خودش پوینت های ضعف خودش رو واقعا با خودش ببینه اگر تو رو بگرسیم حتما با روانشناستون در این بذاریم نظر برای که یکی از بهترین راه رشد انسانه که بتونه از این طریق به خودآگاهی برسه و این خیلی مهم بوده جلسه اول یه همچین احساسی ازش گرفتی و بعد دیدی چقدر اشتباه میکرده و چقدر ما با قضاوتهای اولیه هم اشتباه میکنیم خوش به سعادت شما و بعد ما و بن برای اینکه کرکتر آنیستی هستی اگه کرکتر آنیستی نبودی هنوز بنو دوست نداشتی هنوز قضاوتش میکردی ولی چون جمعیلی انسان مهربونی هستی و آنیستی تونستی اینو با خود پیدا کنی تازه کوالیتی هاشو ببینی تازه به قول خودت این همه کوالیتی رو من چقدر نیست امیزی هر دو دست میخوایی
بسیار پاکی داره و از اون آدم هاست که من کمتر پیش میاد مثلا میگن مثلا طرف خداست، حالا خدایی که میگم یعنی اینکه خیلی بزرگه، خیلی بخشنده است، ولی خب از اون طرف اونهایی که خب مذهبی هستن یا خدا رو قبول دارن میگن خدای خشمی هم ممکنه داشته باشه، یه کاری هم کنه، ولی چون خدا خداست، قلبش خیلی مهربونه، این آدم قلب بسیار مهربونی داره و جز معدود آدم هایی که من واقعا دوستش دارم و عاشقشم و توی این مدتی که ایشونو میشناسم به این مسئله پی بردم و توی مسائل بسیار مختلف دیدم که چجوره. کوالیتیش چیه؟ کوالیتیش اینه که خیلی صادقه، خیلی مسئوله. مسئولی که بگی دیگه تمومه. من یه موقعی احساسی که به آقا محمود دارم راجع به اینکه واقعا تراستش میکنم واقعا بیشتر از شوهرمه. این حالا تو قصه دوست داشتن نیست، نه آقا محمود یه چیزی داره که کمتر کسی داره، اون فرقش اون برش رو نهیدی ها؟ نه خب برش هم دیدم دیگه گفت خشم هم داره خدا اشتباه متوجه شدم. شما سوالشون این بود کسی که قبلا یه جوری جاج میکرد. هر دو تاش. خب محمود قبلا صفحه اول شیمی و چهار سال پیش فکر نمی کنم هیچ کس اصلا میتونست نگاش کنه. خیلی سخت بود. این هوا اونجا میشه سمیشه اینجوری برنده ارتش ایران از اون مرد خودمونم نمیدونیم، خودمونم عادت کردیم به همیش میشه من به همین رفتاره خیلی سوری یا خشم اونجاست که کم کم تو جایتون اتنادی میشم که من تو نیستم که هیچ وقت تو خودمونم نیست نداری وقتی اینجوری هستیم یادم خشمه خودش خودش نیست نداره ما وقتی انسان به انسان داره خودش هم بخش رو میدونم نیست داشتن اینجاست که آدم متوجه میشه که چقدر از این منی که بودم به ایگانه بودم این خود خودمون رو هممون تا آخر عمرمون باید رشدش بدیم. ما هممون خود خودمون رو داریم. صدام حسین دوتا عاشق و دوتا دختراش بود ولی چند صد هزار نفر رو به اضافه دامادش کشت. هیتلر عاشق و مشروبش و نقاشیش و صداش بود اما میشه شیمی و چشم کشت. یعنی انسان میتونه خوب خودش داشته باشه فقط باید پیداش کنه رشدش بده نگیم سای باشه ببینه بسیاری از مردم من جمله سیاسی متوجه نیستم چه به دنیا و به مردم رو بیدنم بلی تو دو پرستشون رفت اونجا بالا پشنومی شدیم حسن دیگه که مهرانوز داره تقدیر میکنه. این حس
تقدیر رو داره. تو خیلی از ما فرهنگی تقدیر رو بلد نیستیم، تقدیر رو نمیشناسیم. به محض اینکه یه خورده روش میکنیم میخوایم فقط بگیم من بودم، من بودم. در صورتی که مهرامیز اینجوری نیست، مهرامیز همیشه نگاه میکنه. چون به نفع آدمه، آدم همیشه باید مرور کنه خودشو. خیلی خوبه این خوش روی روان. یه مروری بکنم، یه برگردم، مثل خوبی مثل منوی که برمیگردیم از آفر. یه برگردم تیکی اولم رو نگاه کنم. حالا دیگه واقعا خیلی به نفعم برای که برای خودم دست میزنم، به خودم افتخار میکنم. مثل خیلی از شما که الان جا نشستیم، چقدر احساس خوب میکنم. چون آدم برمیگردم، کی بودم و کی هستم. این کی بودم و کی هستم. تو واقعا میدونی یه کمپین من کیستم و من توی پیجام شروع کردم. امروز هم برنامه رادیو کانادا در مورد من کیستم میخوان سوال کنن. چرا این کمپین رو درست کردی؟ دلیل من کیستم اصلا من کیستم چیه؟ و واقعا به من کیستم میرسه آدم وقتی مرون بیانه. حالا من فکر میکنم دوباره به خاطر وقتمون شما یه آقای یه خانم شما انتخاب کنید که بشینید وسط و کوالیتی هاش رو بهش بدید. یا آقا فقط باید خواهیم باید شما اتفاق کنیم که باشه. دو سه نفر کاندید کنید، یه نفر کاندید کنید، بعد بینش میده. بیشتر موارد خودشه و از اینکه بتونه حرفشو به راحتی بزنه مرداشت باشه. میتونه؟ گاهی میتونه. گاهی میشه؟ من دارم با کلمات گاهی حدودن گوش بدید. از همیشه و مهربان کامل و خیلی خوبه استفاده نمی‌کنه. به نظر من غلطه برای ما انسان به کار بره. برای که یا ما رو بیکرد میکنه یا ما رو از خودمون یعنی خیلی و بسیار خوب و حتما مهربون به نظر من نه ما مجموعی از سایه های بد و خوب سیاه و سفید هستیم و این کاش که سیاه هم میکنم بله حتما بعدی کوالیتی هاشو یکی اینکه خیلی سخت خوشه تو کارش و همت میکنه از راه دور پا میشه بیاد و اینکه باز من برای مهمونیش دعوت کرد برای بهش پایید مصبت بوده خانم رو من شخص فکر نمیکنم مطمئنم شخص
شدم چند برخورد داشتم از پشت سر کسی حرف بزن راجع به کسی صحبت بکنم. کلا دوست داشتم. خانم میذاره و اینو خیلی قشنگ ازش تقدیر میکنه. خیلی خانم ما چه کردم ولی آقای